سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها، پاکستان و طالبان دوستان دیروز دشمنان امروز. بیش از 900 شهروند آمریکایی به کمک آژانس های آمریکایی افغانستان را ترک کردند و همچنان در پایان مسعود شناسی پیروزی زمانگیر است ولی حتمی. با نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چنل یوتیوب وان اسمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چنل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها: بیش از 900 شهروند آمریکایی به کمک آژانس های آمریکا افغانستان را ترک کردند. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که بیش از 900 شهروند و دارندگان اقامت دائمی این کشور پس از 31 آگست با کمک آژانس های این کشور افغانستان را ترک کردند. با گزارش رویترز وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 13 دسامبر در بیانیه گفته است که ایالات متحده آمریکا مستقیما و 479 شهروند آمریکایی و 450 دارنده اقامت دائمی این کشور کمک کرده است تا افغانستان را ترک کرده و به ایالات متحده آمریکا نقل مکان کنند. و نقل از این بیانیه آژانس های آمریکا، با ده ها شهروند آمریکایی که مدارک لازم سفر را دارند و آماده خروج از افغانستان هستند در تماسند. این وزارت خانه افزوده است برای این کار وجود ندارد. این در حالی است که بر اساس آمارها به دنبال خروج عجولانه ایالات متحده آمریکا از افغانستان، تسلط طالبان بر کابل 124,000 خارجی و همکاران افغان آنها از افغانستان خارج شدند. اما گفته می شود که صدها افغان در معرض خطر و همکاری ایالات متحده و متحدان آنها تا هنوز نتوانستند از افغانستان خارج شوند. پیش از این هم مقامات وزارت خارجه آمریکا گفته بودند که این وزارتخانه در پی برنامه ریزی برای خروج شهروندان آمریکایی و دارندگان ویزای اقامت متحده از افغانستان پیش از پایان سال جاری میلادی است. روزنامه وال استریت جورنال هم با نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن با کشورهای همجوار افغانستان در حال هماهنگی است. به همین دلیل هنوز زمان است سرگیری خروج این افراد تعیین نشده است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته بود که در حال تهیه مدارک مسافران و گفتگو با طالبان برای خروج افراد مذکور هستند. همچنان این در حالی است که مسعود شناسی در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: پیروزی زمانگیر است ولی حتمی، آزادی. همچنان این در حالی است که گزارش نمای افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ خود چنین نگاشته است: هشدار به مقاومتچی ها، بروز اختلافات میان جبهه پنجشیر و اندراب یک فاجعه تاریخی است. مسئولان این شعاب بر سر پول محکوم تاریخ می شوند. هنوز دیر نشده از تکرار خطاهای از نوع گذشته پرهیز کنید که در کام اژدها فرو رفته و نابود می شوید. طوفان در راه است. خبرهای زیر پوست آرامش وحشتناک طالبی در جریان است که نشان می دهد طوفان چهار طرفه به سوی طالبان در شمال نزدیک می شود. همچنان این در حالی است که پاکستان و طالبان دوست های دیروز دشمنان امروز. در دومین حمله مسلحانه علیه نظامیان پاکستان پس از پایان آتش بس میان دولت و طالبان پاکستانی، یک نیروی امنیتی در شمال غرب این کشور کشته شده است. و گزارش رسانه های پاکستانی، این پلیس روز یکشنبه 21 قبل در منطقه تانگ ایالت خیبر پشتونخوا کشته شده است. یک روز پیش نیز در همین منطقه در حمله ای که مسئولیت آن را طالبان پاکستانی به دوش گرفتند، یک پلیس کشته و یک نیروی دیگر زخمی شدند. در این حملات نیروهای امنیتی مسئول تامین امنیت کارمندان صحی و واکسین پولیو هدف قرار داده گرفتند. این حملات پس از آن آغاز شد که معاهده آتش بس یک ماه میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی بر روز جمعه پایان یافت. این آتش بس با میانجیگری سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی طالبان افغانستان، به دست آمده بود. گزارش ها حاکی است که طالبان پاکستانی پیشنهاد تمدید آتش بس و دولت پاکستان را رد کردند و این نشان می دهد که آنها خود را در موضع قدرت می بینند و مطالبات بزرگی دارند که ظاهرا دولت اسلام آباد قادر یا حاضر به پذیرش و تحقیق آنها نیستند.
حملات تازه طالبان پاکستانی بر نیروهای امنیتی آن کشور نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی همسایه جنوبی روز به روز بدتر می‌شود و خطر قدرتگیری نیروهای مسلح ضد دولت در آن کشور بیش از هر زمان دیگر افزایش پیدا کرده است. دولت پاکستان طالبان پاکستانی را گروه تروریستی می‌داند و در گذشته عملیات بزرگ نظامی را برای سرکوب و نابودی این گروه انجام داده است. پاکستانی‌ها در عین حال ادعا می‌کنند که پاکستان در گذشته از حمایت‌های امنیتی و استخباراتی دولت پیشین کابل برخوردار بوده است. با وجود اینکه دولت پاکستان سرنگون شده و طالبان مورد حمایت پاکستان قدرت مرکزی را در اختیار گرفته، ادامه حملات مرگبار طالبان پاکستانی بر نیروهای امنیتی آن کشور نشان می‌دهد که این نیروی ضد دولتی صرفاً متکی به حمایت‌های کابل نبوده و همچنان از قدرت لازم برای به چالش کشیدن امنیت ملی پاکستان برخوردار می باشد. نکته دیگر که بر نگرانی ها درباره احتمال ناامن شدن پاکستان می افزاید، رشد چشمگیر افرادگرای خشونت و قدرتگیری جریان های بنیادگرا و رادیکال است. پاکستان از دید کارشناسان امنیتی قانون مرکزی افرادگرای رادیکالیسم و بنیادگرایی خشونت بار در منطقه به حساب می آید. دولت ارتش و دستگاه استخباراتی پاکستان همواره با استفاده از گروه های اسلامگرا در کشورهای مجاور سعی در توسعه هژمونی و تحمیل سیطره خود کردند. افغانستان، کشمیر تحت کنترل پاکستان و هند و حتی ایران از جمله همسایگان پاکستان هستند که همواره توسط گروه های افرادگرایی مورد حمایت دولت اسلام آباد و سازمان جاسوسی ISI هدف ناامنی های مرگبار و تحرکات تروریستی بوده است. با این حال، افزایش اقدامات خرابکارانه منصوب به طالبان پاکستانی در درون قلمرو آنها کشور نشان می‌دهد که اکنون این مار درون آستین بزرگتر شده و به تهدید علیه خود پاکستان تبدیل شده است. ناظران هشدار می‌دهند که دولت اسلام آباد با حمایت‌های بی‌دریغ و بی‌مباه از جریان‌های تفکیر و تقویت رادیکالیسم اسلامی با استفاده از بستر است. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما باخبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود.